بر شعله آفتاب و بر نار سلام، بر سبزی سبزه و گلی خار سلام، بر سبزی سبزه های دامان زمین نازی که تو را نوازد ای یار سلام. درود سرشار از محبت عالمگیر نثار یکایک شما باد عزیزان دل. چنانی که می دانید همه ساله در کشور عزیزمان تاجیکستان روز مادر با یک شکوه و شهامت خاصه تجلیل کرده می شود. من از فرصت مناسب استفاده کرده از نام هیئت ایجادی صدا و سیمای شهر پنجکنت همه شما بانوان عزیز را صمیمانه شاد باش می گویم. برایتان سعادت خانوادگی، آسودگی روزگار، تنی صحت و دلی بیغم خواهانم و همیشه تمنا میکنم که با سیمای روشن و خجسته در آینه ملت جلوه نمایی کنید و همواره پیشرفت و سربلند باشید. با نسیم بهار دلاشوب این دم از هر طرف نوید آمد، روز خوشنودی نکو ایام باز 8 مرد آمد، سبزه نوروسته، غنچه خندیده، دشت و کوهسار را معطر کرد، در چمن بلبل به وصف زنان روح افزا ترانه آغاز کرد، دستگل های بوستان عمر مادران عیدتان مبارک، دستگل های غنچه عمر خواهران عیدتان مبارک، باری دیگر روز مادر به همه شما بانوان عزیز مبارک باشد. بانوان نیروی بزرگ سازنده، تربیتگر و پیشاهنگ جامعه، این معنی که در پیام شادباشی اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با افتخار روز مادر بیان شده است، محتوای سخنرانی ها و تبریکات را در جمامت تنتنوی که بخشیده با این عید امروز در کوه فرهنگ شهر پنجکنت با اشتراک زنان فعال شهر برگزار شد افاده می نمود. پیش از آغاز جمامت ایدانه، اشتراکچان با نمایش هنرها و انانه های مردمی که بانوان هنرمند و شاگردانشان با نمایش گذاشتند شناس شدند.
بچمه علات میگم دختر جانو علایه 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 دوری زیمانو زیمان سلام کردایه جانو دلی من تیدایی نامد بادایه مادر خوش نظرم هر نظرم هدیه توست اثر دارم اگر اون اثرم هدیه توست در فضای ابدیت پای پرواز دراز مادر مشت پرم بال و پرم هدیه توست بانوان شهر و دهات شهر پنجکند را با آمد آمد ایدی مادران تبریک و تهنیه گفته به اونها تنی صحت خاطر جمع دل بیغم آسمان صاف بیغبار تمنا دارم بگذار همه روزتان چون امروز به خرسندی به خوشحالی گذرد من همه شما عزیزان را به مناسبت عید 8 مرد یعنی این بانوان تبریک و تهنیت گفته به شمایان مهربان پیش از همه صحت سلامتی عمر دراز رزق فراز آسمان صاف و بیغبار همه خوشبختی حیات را تمنا دارم بگذار همیشه همه وقت خوشحالی بشتون همه وقت الهیم حیات ناز به سر برتون یک بار دیگر تبریک بانوان شهر پنجکن از نام بیمارخانه کودکان شهر پنجکن این چنین همه شما رو در این روز خوشندیتون تبریک میگویم بانوان زیبای شهر پنجکن بانوان تمام رеспوبلیکا با شرافت خدمت های شایسته پرزیدنت محترم ما امام علی رحمان امروز زن های ما در جمعیت به وظیفه های گوناگون از سخت دل خدمت میکنند امروز یکی از روزهای بهترین یکی از روزهایی است که در فصل بهاران عید زن ها عید مادران را تشکیل کردند زن مقصد و مرام زیادی دارد خدمت زن در جمعیت، در تربیه فرزندان، در تربیه نسل نورست در کدام ساحه که نباشد از تحت دل خدمت کرده صاحب آبروی و نفوذ بلند گردیده است زن رمز عشق و محبت است زن اگر آتش نمی بود خام می مانده ما نارسیده باده در جام می مانده ما زن را آتش گفتند زن را محبت گفتند از زنی امروزه ما حکمت و اعجاز پرد در فضای کائنات کیفیت پرواز پرد از زمین زن می رود سیر کواکب می کند کرده زن را در هنر ممتاز پرد امروزه به زنهای ما فقط خوشبختی برای کار سرسبزی ها در خدمت خلق از تحت دل مانده نشده خدمت کردنتان را طلب دارم با شما خوشبختی های زندگی را نصیب کند ما از رئیس شهر ما از حکومت شهر ما منتظر هستیم که همه سابقه داران مهنت هر نمودی کارخانه ها زن ها را تکلیف کردند و امروز قطره هم باشد خاطر ما شاد میگردد از این چاره‌بینی برای آنکه چاره‌بینی فرهنگی هست خیلی که شاعر گفته است نوبهار آمد گلستان از پی نشع و نما زن ها به مثل گل اطلس پوش شدند و یک خودشان به نمود یک گل بهاری آرا دادند از فرصت مناسب استفاده برده همه زن های شهر ما از صمیم دل تبریک گفته و همه آنها از همه چیز قیمت در دنیا این سلامتی است سلامتی بردباری و در کارهای آیندهشان خوشبختی ها آرزو میکنم مادران، خواهران، دوگانه ها فرزندای عزیز من شمایان را با این روزی عید 8 مرد روزی مادران از صدق دل تبریک و مبارکباد میگویم و شمایان عمری دراز رزق فراغ خوشیاهای روی عالم را تمنا دارم معاون رئیس ولایت سوت ظریف میردادو پیام تبریکی معاون اولی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس ولایت سوت محترم رجبوی احمدزاده را با بانوان ایروان نمود از جمله گفت
اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان قید نمودند. ارج گذاشتن به بزرگی مادر، بجا آوردن عزت و احترام، رسیدن به قدر زحمت های شبان روزی مادر، وظیفه جانی هر یک فرزندی سالم فکر و با خیرت و قرض انسانی هر یک فردی باننگ و ناموس به شمار می رود. زیرا انسان در حیات خود در صورت نائل شدن به موفقیت ها و زندگی با برار مؤثر می گردد که دعای نیک مادر و پدر را گرفته باشد. به قدر رنج و زحمت والدین، دلسوزی و غمخوری و شیر سفید مادر رسیده باشد. زن مادر بهار است. او درخت است که میوه شیرین، زمین است نرم و گرم، آسمان است پاک و نیلابی، آفتابش نورش باصفا، ماه است شب روشن، ستاره است پرجلا و بهار است آرام، دریا است پرموج، دامان بیشتیش مرزه گلهای رنگارنگ، فرشته است که سری سرفه به دامان نماز، با گلهای گوناگون، ستاره است در سری تنور، با کلچه شیرمال نامالی مست با همین خصلت های حمیدش او را مادر نامیدند، زیرا تربیت دهنده و تسلی دهنده نجات بخش و درمان بخش است. تاریخ گواه است که در دوره گوناگون زنان و مادران ما در قطار مردان به مقابل اجنبیان مبارزه بی امان برده در تمام آزادی و استقلالیت و آرامی و ثبات سرزمین اجدادی سهم ارزنده خود را گذاشتند. به همین خاطر مفهوم مادر به وطن به ما عزیز است. نخستین پند و محبت او به نام نیکی او زیستن است. محض محبت صمیمی است که زندگی کردن برای من تحفه تقدیر است. پیش پایش باید تعظیم نمود که ما را هدیه بی نظیر حیات داده است. تربیه اهل خاندان، آبادی، روزگار از دست زن مادر است. زن است که به جهان نابغه ها را تولد می کند. مادران تاجیک در قلب هستند که در خون فرزندانشان شرم و وقار، حیا و ناموس، قیمت و خاکساری، سخا و وفا جاری است. مادر بر خلق تاجیک فرزندانی عطا نمود که جهان آفرینش خواندند. مادر علمی سینا ستاره‌بانو فرزندی به عالم آورد که عالم طب را به پایه گذاشت. مادر روزیه آزاد بابا جان غفوروف را به عالم آورد که قوم تاجیک را به عالمیان معرفی نمود. مادر بی بی زهرا است که لایق را به دنیا آورد و مادر بی بی مریم است که فرزند فرزانه ملت، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان را به دنیا آورد. مردم پریشان رفته را سرجم نمود. آفرین به چنین مادران. زن مادر چراغ نرمی روشن، چون گلی زیبا، چون کودک از گناهی پاک، چون یاقوت همرنگی دریا، چون نیلوفر احساس میلادی و چون لاله زیبای گلهای نوشکفته و چون ستاره سری تنور سوزان، چون دلبری همیشه در انتظار، باید دوست داشت و محبتش را ارزانی داشت. رئیس شهر پنجکنت عبدالخالق خالقزاده با عنوان ارجمند دیار با مناسبت جشن فرخنده روز مادر از نام مقامات اجرای محلی حاکمیت دولتی شهر تبریک و تهنیت گفته، برایشان تنی صحت، بخت و سعادت زندگی، حیات آسایشته و بهترین خوشی های زندگی را آرزو نمود. گفته شد که در سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان مقام و منزلت زن مادر جایگاه خاصه دارد و در این راستا در دوران استقلال کشور کارهای زیادی به اجرا رسیده است. زنان و بانوان شهر که قسمت بزرگ ساکنان شهر و دهات را تشکیل می‌دهند، از امکاناتی که جامعه دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی ما برای زنان فراهم آورده است برخوردارند و حالا 62 نفر بانوان همچون خدمتچی دولتی، بیش از 70 نفر آنها وظیفه رهبری را در سطح گوناگون با کمال مسئولیت و قدردانی به جا می‌آورند و 50 نفر وکیل مجلس‌های ولایتی و شهری و جماعت‌ها انتخاب شدند. سهم بانوان در رشد اقتصادی و اجتماعی از جمله ساحه‌های معارف، تندرستی، فرهنگ، صاحبکاری، تربیه اخلاقی جامعه، احیای هنرهای خلقی و کارهای آبادانی و سازندگی نظر رسد. مقامات اجرای محلی حکومت دولتی شهر
به خاطر رشد هنرمندی و به کار جلب نمودن بانوان هنرآموزی آنها برنامه رشد هنرمندی در شهر پنجکند برای سالهای 2023-2025 را تهیه نموده حالا جهت تشکیل مرکز هنرمندی در شهر تدبیرها می اندیشند. ایثار امید کرده شد که زنان و بانوان گرامی قدر در کارهای آبادانی و سازندگی تازه و آزاده نگاه داشتن محل زیست، رشد هنرهای مردمی، وسعت کارهای ترغیباتی، تربیوی، فرزندان وطن دوست و صالح و با معرفت راهنمون ساختن آنها برای راست و خدمت صادقانه به وطن باز هم سهم می‌گذارند. برای اشتراکچیان جمعیت ایدانه صنعتکاران بخش فرهنگ شهر برنامه جالب هنری پیشکش نموده با بانوان تحفه های ایدانه مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر تقدیم کرده شد.